توی این ویدیو میخوایم نکاتی جالب در مورد قول خودروسازی یعنی BMW براتون بگیم. برخلاف باور عمومی، لوگوی BMW پیش از اینکه پیشرانه ملخی وجود داشته باشه وجود داشت. این یک طراحی فوق‌العاده است که چشم رو نوازش میده، اما این دایره خاص خود BMW نیست. رنگ‌های آبی و سفید، بله اونا رنگ‌های ملی ایالت باواریا هستن، نه سفیدی ملخ هواپیما در آسمان آبی یا هر چیزی که شنیدید. درسته که شباهت لوگو به ملخ پیشرانه هواپیما فوق‌العاده است، اما این لوگو فقط یک ایده طراحیه. شرکت رپ موتور یکی از شرکت‌های کلیدی در تأسیس بایریش فلاگزگ ورک بوده و زمانی که BMF در سال 1917 به BMW تبدیل شد، لوگوی شرکت ترکیبی از آرم رپ موتور و رنگ‌های ایالت باواریا شد. در سال 1937 موتورسیکلتی از BMW به عنوان سریع‌ترین نمونه جهان شناخته شد. پیشرانه این مدل موتور 500 سی‌سی توربو بود و تونست در اتوبان به رکورد سرعت 280 کیلومتر بر ساعت دست پیدا کنه. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. در سال 1972 نخستین خودروی الکتریکی خودش رو روی پلتفرم مدل 1602 ساخت. این نمونه با توان 43 اسب بخار دارای باتری 12 ولتی بود. با اینکه بسیاری از خودروهای ساخت BMW 6 سیلند بودند، اما ساختمان اصلی BMW در شهر مونیخ آلمان به شکل 4 ستون گرد طراحی و ساخته شد. از سال 2006 تا حالا BMW مصرف انرژی رو برای ساخت اتومبیل تا 35% کاهش داده. از سال 2011 این کمپانی بیش از 100 دوچرخه رو در نزدیکی مکانهای جلسات و سالن‌های تولید خودش در شهر مونیخ قرار داده که بیش از 11000 نفر از کارمندان BMW برای رفت و آمد از اونها استفاده می‌کنن. BMW روزانه 5500 اتومبیل در سراسر اروپا می‌سازه. نخستین اتومبیل ساخت BMW مدل دیکسی با توان 15 اسب بخار بود. جلو پنجره BMW همواره دو تیکه و دارای فرم کیویه. این فرم با مدل رودستر دیکسی آغاز شد. به جز رکوردهای سرعت و کمک تکنولوژی BMW به کشتی هوایی که در سال 1932 دور کره زمین رو زد، این هواپیمای دوباله در سال 1919 به ارتفاع 9800 متری رسید. این رکورد تقریباً معادل ارتفاعی که امروز در هنگام سفرهای هوایی مشاهده می‌کنید. در سال 1959 BMW به علت عوامل بیشمار مثل جنگ سرد به ورشکستگی نزدیک شده بود. به همین دلیل شرکت مادر مرسدس یعنی دایملر بنز در صدد تصاحب این شرکت بر اومدن، اما BMW این درخواست‌ها رو با شدت هرچه تمام رد کرد. حتی مکانیک ها هم برای نجات از ورشکستگی BMW سهامش رو خریداری کردن. نهایتاً اونا کمک های بزرگ یک سرمایه گذار خصوصی به نام کوانت رو دریافت کردن. خانواده این فرد هنوز هم مقدار قابل توجهی از شرکت رو در اختیار دارن. این مبارزه بین BMW و بنز تا به امروز هم ادامه داره.